سلام های گرم به بینندگان عزیز، کیوان جاوید هستم و شما شاهد برنامه کوتاه با خبر هستید و مهمان برنامه امروز شیوا محبوبی هستند. ضمن سلام به شیوا محبوبی، من اولین خبر رو میخونم و اولین سوال رو میپرسم. تعیین تاریخ محاکمه حمید نوری، دادگاهی بی سابقه در سوئد. سوال اینه که یه بار دیگه این فرد رو معرفی کنید و بگویید چرا در سوئد دستگیر شده و اهمیت محکوم شدن این فرد از نظر شما چیه؟ بفرمایید. بله، همونطور که گفتین این یک اقدام بی سابقه است، چون معمولا در کشورهای مختلف کسی رو دستگیر میکنن که حکومتی که ایشون جزوش هستش دیگه سرکار نیست و این خیلی مهم هستش. خب همین نوری در واقع یکی از جنایتکارانی بود که دست داشت در اعدامهای سال 67. اعدامهای سال 67 توسط یکی از وکلای بلندپای جفری رابینسون گفته شده که رابرتسون گفته شده که یکی از بزرگترین جنایاتی که در تاریخ صورت گرفته. حمید نوری که اون موقع به اسم عباسی در زندان میشناختنش، که همه اینا اسم مستعار دارن، در واقع کمک دستیار هیئت مرگ بود، هیئت اعدام، چیزی که به هیئت مرگ گفته میشه و باعث اعدام تعداد بیشماری بوده. ایشون طبعا خیلی از اینا در کشورهای مختلف رفت آمد میکنن، حتی اقامت دارن، بچه هاشون در این کشور رو درس میخونن و زندگی میکنن. ایشون به سوئد اومده بود، چندین بار اومده، این بار شاکی خصوصی یکیش ایرج مستاقی بود و در واقع شروع کردن شکایت کردن. این رو هم بگم، 40 شاکی خصوصی و 60 تا شاهد در این پرونده وجود داره. این اهمیت بسیار زیادی داره به خاطر اینکه اولا 17 ماه تا حال در زندان هستش. دولت سوئد خوشبختانه قبول کرده که دادگاهی بذارن، سعی کرده با خوندن قرآن و غیره تهدید بکنه، گفته شرایط زندان در سوئد غیر انسانی. خیلی جالبه یه جنایتکار اینجوری این حرفا رو میزنه. اهمیت فوق‌العاده ویژه‌ای داره، یک پیام میده که این جنایاتشون بدون عقوبت نمیمونه و جمهوری اسلامی رو واقعا در اون شرایطی میذاره که این سران مورد دستگیری قرار میگیرن. اگر پرونده یکی مثل حمید نوری محکوم بشه، این یک پرونده بزرگ رو در سطح دنیا باز میکنه برای تعقیب این جنایتکاران و به همین دلیل فوق العاده مهمه. هرچند همین حالا جمهوری اسلامی در واقع گفته بود ایشون اصلا جزو این وضعیت نبودن. یکی مثل احمد رضا جلالی، شهروند سوئدی ایرانی، در زندان هستش و مرتبا دارن فشار میارن، حکم اعدامش رو میارن جلو، عقب نشینی میکنن که حمید نوری رو آزاد کنن. ولی خوشبختانه با مصممی کسانی که شکایت کردن علیه این و مشخصا با تلاش ایرج مصداقی، و این خیلی مهم هستش که به پیش رفته و به نظر من یکی بله. از بزرگترین موفقیت های جنبش دادخواهی هستش. بله اگر اون بشه. بله. و موضوع دوم، جمهوری اسلامی اعلام کرده که خرید واکسن کرونا رو به دست شرکت های خصوصی بده. این خبره. سوال اینه که با چه هدفی جمهوری اسلامی این کار کرده؟ دوم و مسئله مهم اینه که تأثیرش رو زندگی مردم چیه و نقش دولت تو این میون چی میشتونه باشه؟ بفرمایید. خب در یک کلمه ساده، در واقع هدفش سوداوری بیشتره. تأثیرش رو مردم چیه؟ تعداد بسیار زیادی، میگن 60,000 نفر ولی بیش از 100,000 نفر کشته شده، تعداد به خاطر کرونا جونشون رو از دست دادن، به بدبختی مردم کشیده میشه، باعث میشه که مثلا همین حالا به طور واقعی واکسن در بازار سیاه وجود داره و ما میدونیم این چی هستش. سپاه پاسداران مافیایی هستش که در تمام بخش ها، از جمله مواد مخدر، از جمله واکسن و غیره، تمام این بازارهای خصوصی رو از دست داره. سوال اینه که چرا باید واکسن رسما از فرض کنین آمریکا و انگلیس ممنوع بشه، ولی شرکت های خصوصی که فقط سپاه پاسداران و سران رژیم باش در تماس هستن و سوداوری میکنن، همین آدمای وسط یا میدلمن به قول انگلیسی هستن که این کار رو میکنن. ما یادمون هست که در طول یک سال اخیر سپاه پاسداران بارها ماسک و وسایل ضد عفونی کننده و مواد که لازمه برای بیمارستان و غیره رو احتکار کرده. به نظر من این چیزی هستش که نباید یک خبر بمونه، باید اعتراض بشه، به خاطر اینکه این باعث این میشه که
میلیون ها نفر از ایران از واکسن مجانی که حق انسانیشون هستش محروم بشن. بله، و مسئله سوم، معترضان در گنبد کاووس، چرا اتهام کودک آزاری بازداشت شده به آدم ربایی تبدیل شد؟ و سوال اینه، اعتراض مردم در گنبد کاووس به چیه؟ چرا رژیم کودک آزاری رو به آدم ربایی تقلیل داد؟ حمایت از مردم گنبد کاووس از چه اهمیتی برخورداره؟ بفرمایید. من میخوام اولا یک نکته رو بگم. ببینین، اعتراض مردم گنبد کاووس به تجاوز و آزار و اذیت جنسی این دو کودک در واقع نشون میده اعتراض در جامعه رو. اینو خیلی مهمه توجه کنیم. شاید سالها پیش، 10 سال پیش بود، اگر همچین اتفاقی میافتاد به اعتراضات خیابانی منجر نمیشد. اما مخصوصا بعد از آبان ماه و اعتراضات، همه اینها از جمله کشتن سوختبران در سیستان و بلوچستان و غیره به اعتراض تبدیل میشه. آدم ربایی میگن به خاطر اینکه بارش خیلی کمتر هستش، ممکنه به نظرشون مورد اعتراض قرار نگیره. دقیقا اعتراض و خشم مردم گنبد کاووس از این بود که چرا نمیگن آزار جنسی. یه چیزی خانواده های این بچه ها گفته بودن پزشک قانونی گفته که اینها تجاوز نشدن، ولی جگرگوشه های ما میگن شده، و این خیلی دردناکه. به نظر من آزار جنسی، کودک همسری و تمام اینها تو ذات جمهوری اسلامی هستش، تو قانون اسلامی هستش. به خاطر همینه مورد توجه قرار نگیره. یادتونه این دو تا بچه کوچولو 7-8 ساله از دست سگ ولگرد فرار کرده بودن، به نیروی انتظامی که باید محافظشون باشه دست سگ دیگه، توهین به سگ آدم بگه، گیر کرده بودن و مورد اذیت و آزار قرار گرفته بله. و آخرین خبر، و عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی از زندانهای جمهوری اسلامی شد. سوال اینه، چنین عمل کردی از سوی عفو بین‌الملل را چقدر مفید میدونید؟ تأثیر سیاسی این حرکت در جهان چیه؟ آیا در خدمت انزوای جهانی جمهوری اسلامی میشه اینو قرار داد؟ برای قوی تر کردن این محکومیت ها مردم ایران چطور میتونن همیاری کنند؟ بفرمایید. ببینید، به طور واقعی خب حرکت خیلی، هر حرکت حمایت از زندانیان سیاسی و برای آزادیشون مهم هستش. عفو بین‌الملل وزنه بزرگی هست در دنیا، تمام دولت‌ها و سازمان‌ها قبولش دارن. به نظر من خیلی قدم مهمی هستش، چون هر کاری که عفو بین‌الملل میکنه یک سند دیگه اضافه میکنه به محکومیت جمهوری اسلامی. از نظر من عفو بین‌الملل خیلی از این بیشتر میتونه کار کنه، میتونه بیشتر در سطح دنیا بسیج کنه، ولی من فکر نمیکنم ایزوله کردن و بایکوت جمهوری اسلامی در سیاست عفو بین‌الملل باشه، و در نتیجه اینجا جا رو میذاره برای اینکه ما نباید منتظر بمونیم و دست به اعتراض بزنیم. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی اخیراً نامه‌ای به مسئول اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و سایر مقامات بین‌المللی فرستاده و خواهان توقف تبعیدها و آزادی زندانیان سیاسی شده. اینجا به نظر من نقش مردم، من میتونم به دو مورد اشاره کنم. یکی، صحبت کردن خانواده های زندانیان رو به دنیا همیشه نقش ویژه‌ای داشته، و دوما حتی اگر نمیتونن تجمع کنن در مقابل زندان ها، همین حالا اعتراضات و اعتصابات بسیار جاری داریم. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردن باید جزء اعتراضات گنبد کاووس بشه، باید جزء اعتراضات سیستان بلوچستان، جزء اعتراضات بازنشستگان و سایر اقشار مردم بشه. این چیزی هستش که مردم رو با همدیگه در موقعیت دیگه قرار میده در و جنبش مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی رو قوی میکنه. در این حال حتما خیلی مهم هستش وقتی سازمانهای جهانی خواهان آزادی زندانیان سیاسی میشن. بله، خیلی ممنون شیوا محبوبی عزیز که با ما بودید. براتون اوقات خوبی آرزو دارم. و شما بینندگان عزیز، برنامه کوتاه با خبر دیدید و مهمان برنامه شیوا محبوبی به پرسش‌های من پاسخ دادن. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.